ببینی چه ردای قشنگی مونده. این جاپاهای کوچیک، اینا جاپای خامسواکیه، یه موش جهنده خیلی خوشگل هم تو حرکت کرده. یکی از غذاهای خزنده ها، مارها، به خصوص مارها و بیشتر مارها، اصلا میتونه بگه اصلا مارها. احتمالا خونش هم زیر یکی از همین بوتاست. شب احتمالا میاد بیرون برای غذا، میتونه همینجا باشه. خب اینا هم یه سری رده، نمیشه گفت اسکینگ، نمیدونیم چه گیرم میاد، هیچی نیست. هرچی میگردیم هیچی نیست. دوباره اینجا اومد. ای داد همین بازم میشوست، عید میدونم اینجا باشیم. خب بریم بگردیم بریم داستان چی میشه. خب این هم پناهگاه، حالا بگیم یا یه خونه یک ماری بوده که دقت بکنیم. میبینید اطراف اینجا ردش کاملا مشخصه، بیرون اومده و به این سمت رفته. حالا بعد کجا رفته، پناه گرفته، دیگه معلوم نیست. کندن اینجا هم هیچ فایده ای نداره. دیر اومدیم، آفتاب زده بالا و گرم شد و دیگه هیچ فایده ای نداره. نه ابری، امروز نیم ابری، هوا هم خنکه ولی فایده ای نداره. خب یه رد پای خیلی جالب، رد پای پرنده، چقدر قشنگ. ببینید اینجا اومده چرخیده، حالا شاید تغذیه کرده اینجا، همینطور برای خودش چرخ زده و اومده پایین. و دنبال چی بوده؟ شاید اومده برای خزنده ای پایین، چون یه رد خزنده هم کنارش بود. ولی چه رد پای واضح و قشنگی بود. اینه ورقای نمک، اینه در اثر بارش بارون ایجاد میشه. ببینی اینجا هم داریم رطوبت، شبنم صبحگاهی، بارون، اینها باعث ایجاد شدن این ورقای نمک میشه که اکثرا مخلوطی از نمک و جیپس اینا. اوکی، خوبه یه خورده نیمه ابری هست، اگر نه برشته میشدیم. خب این هم دوستان زیر سایه یک تاق، نه به روی در حال آموزش موتور سواری. نری تو پژو، آمیسم چیزی دیدی شما؟ خرگوش. خرگوش آره، منم جا پاشو دیدم. های ربی همین رو کبوتر جنگلی. خب کبوتر جنگلی چی دیدی؟ سنجش خاکستری، خرگوش. خرگوش من جا پاشو دیدم. موز. چی؟ موز. یه تک چرخ بزن برام.
پس تنها ما چیز ندیدیم، بقیه دوستان به صورت کامل دیدن.